مارک زوکربرگ متولد سال 1984 میلادی در شهر نیویورک آمریکا. او کسی است که مؤسس و گرداننده رسمی و اصلی شرکت فیسبوک است. بنا به گزارش پایگاه اینترنتی برند که جزو سایت‌های وابسته به دولت آمریکا است، این یهودی زاده در لیست 50 شخصیت معروف منکر وجود خداوند قرار دارد. زوکربرگ در تاریخ 4 فوریه 2004 فیسبوک را به عنوان یک وبسایت ظاهرا اجتماعی در دانشگاه هاروارد آمریکا راه اندازی می‌کند. هدف شناسایی افراد برای انجام عملیات‌های ویژه برای سازمان‌های جاسوسی غربی. من مدتی 1.5 سال که برای فیسبوک کار میکنم و برای آژانس های جاسوسی اطلاعاتی که از من میخوان دریافت میکنم و به اونها میفروشم. من از این کار ناراضی نیستم چون بابت اون پول زیادی دریافت میکنم. فیسبوک در سال 2008 به همراه CNN و تویتر به عنوان بنگاه سخن پراکنی نقش عمده‌ای در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازی می‌کند. من از سایت فیسبوک به دلیل تبلیغات گسترده‌ای که برای من می‌کنه تشکر می‌کنم. من و اعضای حزب دموکرات از رابطه تنگاتنگی که با اعضای اصلی فیسبوک داریم ابراز افتخار می‌کنیم. گزارش‌های نیویورک تایمز، MSNBC، استار تریبون و بسیاری از بنگاه‌های اطلاع رسانی غربی حاکی از استفاده جدی اوباما و همراهانش از این سایت‌های اینترنتی برای جذب و هدایت آرای مردم آمریکا بود و به طور جدی از طریق بانک اطلاعاتی تویتر برای ارتباط‌گیری با افراد بهره‌برداری شد. تویتر، پروژه توسعه و تحقیقات شرکت سهامی اودو، هدف عادت دادن مردم به اینکه کارهای خود رو لحظه به لحظه گزارش داده و اطلاعاتی که توسط سایر سایت‌های ارتباطی غیر قابل اکتشاف بوده رو بدین وسیله از مردم استخراج نموده و در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی غربی قرار دهند. تویتر از من خواسته بود که گفتگوهام با دوستان و همکارانم رو در اختیار اونا بذارم تا شاید روزی مورد استفاده آژانس‌های جاسوسی قرار بگیره. دشمنان پنهانند. روزنامه ایندیپندنت با انتشار اسنادی فاش کرد. فیسبوک از اسرائیلی اسپرینگ وبسایت ویچ از ا دیوتی تو اترک اسپرایز این فیور اف اسرائیل اند دی یو اس. به تازگی یکی از مدیران ارشد شبکه فیسبوک به صورت ناشناس فاش کرد. اطلاعاتی که از طرف کاربر پاک می شود در واقع تنها برای کاربر نامرئی می شود، اما در ذخیره مرکزی این سایت همچنان باقی می ماند. این تخلفی آشکار در برابر حقوق کاربران اینترنتی است. در هفته‌های منتهی به انتخابات و جریان‌های بعدی، ایران شاهد هجمه تبلیغی و جنگ روانی بود که توسط سایت‌های مانند فیسبوک و توییتر صورت گرفت. کنگره آمریکا به اتفاق آرا با تخصیص بودجه 50 میلیون دلاری برای گسترش فعالیت‌های خود در امور داخلی ایران از طریق سایت‌های همچون فیسبوک و توییتر موافقت کرد. ما باید با استفاده از سایت‌هایی مثل فیسبوک و توییتر به هدف اصلی خودمون که ایجاد موج‌های ضد حکومتی در ایرانه برسیم. فعالیت اینترنتی در دوران انتخابات و پس از اون باعث وقوع خیلی از اتفاقاتی شد که در ایران در ماه‌های گذشته دیدیم. نظر شما چیه؟ من نظرم مثبت هست. دقیقا درسته. قبل از انتخابات ما بیشتر در قالب ستاد کار میکردیم، به عنوان ستادی که در فیسبوک تشکیل شده، و بعد از انتخابات بیشتر نقش رسانه‌ای پیدا کردیم، اطلاع رسانه‌ای که موجب اختشاش میشه. ما تمام فعالیتمون در این زمینه بود. کاربران این سایت ها با درج محل های قرار، برنامه های آشوب، شایع پراکنی و اخبار دروغین به کمک سایت ها و شبکه های مانند BBC تبدیل به خاکریز های استراتژیک و مهمی در برابر با حقایق شده بودند. با نگاهی به آنچه که در عرصه انتخابات دوره دهم گذشت، متوجه می شویم که فضای سایبری هم اکنون از جنگ های فرهنگی به جنگ های سیاسی نیز گسترش پیدا کرده، به گونه‌ای که قصرا فرهنگ و اعتقادات مردم را از طریق سایت های مانند فیسبوک و توییتر تغییر دهند. Come on.